بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. در سلسلة درس های مضمون قواعد کلی فقه قرار داریم. البته کتابی که گذاشته شده چاپ اول است، چاپ نخست. چاپ دوم سال 1397 بود. احتمالا که خیلی از شما کتاب چاپ دوم داشته باشید. یک مقدمه بود و بعد از مقدمه مجلد الاحکام العدلیه معرفی کردیم. چرا مجلد الاحکام العدلیه؟ به خاطر اینکه قواعد کلی فقه که داریم، همین 100 قاعده و 99 قاعده فقهی ما، از اول مجلد الاحکام العدلیه گرفته شد. از ماده اول تا 100 را ما اینجا در ضمن 100 قاعده فقهی توضیح میدیم و بعدا بقیه ماده ها را شما در مجلد الاحکام العدلیه پیدا میکنید. ماده ها، قاعده ها کلن گذاشته شده، مشکل یعنی زر و زیر دارد. الامور به مقاصدها که سعی از بر کنید ترجمه دقیق آن را کمک توضیح داره و به همراه یک مثال. الیقین لا یزول بالشک، یقین با شک از بین میرد. الاصل و بقاء ما کان علی ما کان. القدیم و یترک علی قدمه. اینا درس های گذشته ماست. الاصل و براءت الذمه، براءت الذمه حالت اصلی است. الاصل فی صفات العارض علی عدم، اصل در صفات عارضه، صفات نوپیدا آن است که وجود ندارد. مثال هر کدام اینها رو گفت. جلسه گذشته آخرین ماده ای که توضیح دادیم ماده 13، لا عبرت للدلالت فی مقابلت التصریح. ماده 13 کدام صفحه است؟ صفحه 61 و 62 کتاب شما غالبا، همین کتاب چاپ دوم که دست من است. لا عبرت للدلالت فی مقابلت التصریح، ماده 61. دلالت الحال در برابر تصریح اعتبار ندارد، به خاطر اینکه تصریح قوی تر است و دلالت الحال آنچه که از فهوای کلمه و از فهوای جمله و مجلس دانسته میشه ضعیف تر است. آنچه که ضعیفه نمیتونه در برابر قوی دوام بیاوره. مثال های هم بیان کردیم. شخص موده، موده کسی که مال به ودیعت و امانت نزد از او گذاشته میشه، میتواند به همراه آن مال به سفر بره. کسی موبایل خوده به دست ما گذاشته، به شکل امانت و ودیعت گذاشته. به طور عموم می توانیم با همین مال، با همین موبایل به سفر بریم و اگر در سفر مال هلاک شد، کسی آن را به سرقت برد یا غصب کرد، بر ما تاوانی نیست. اما اگر موده، یک موده داریم اسم مفعول و یک موده اسم فاعل، اگر موده کسی که مال خود را به ودیعت گذاشته با ما گفت که آها ایر به دست تو به امانت میدم به ودیعت، شرط میگذارم که در خانه خود نگه داری و سفر رفتی هم رای خود نبری. در آن صورت اگر ما به تصریح عمل نکردیم و همین مال رو هم رای خود بردیم و مال ضایع شد و نیست و نابود شد، باید تاوان آن را بپردازیم. بیایم به ماده چهارم. ماده چهاردهم از قواعد کلی فقه، صفحه 63، کتابی که دست من است، طبع دوم. لا مساغ للاجتهاد فی مورد النص، اجتهاد در برابر نص جایی ندارد، اهمیت نمیتواند داشته باشد. قبل از همه باید ما اجتهاد و نص متوجه باشیم. اجتهاد چی است و نص چی است؟ البته اجتهاد اصل کلمه از ای گرفته شده، جیم، ه و دال، جهد، تلاش و زحمت. و اقسموا بالله جهد ایمانهم لا یبعث الله من یموت. و اینها سخت سوگند خوردن مشرکان، گفتن که الله کسی را که مرده باشه هرگز بر نمی انگیزه. و شروط مجتهد در مقدمه همین کتاب ما توضیح داده بودیم، نیازی نیست که هر لحظه درس کلن تکرار کنیم. شروط مجتهد به مقدمه همین کتاب مراجعه کنید، صفحه 12 کتاب شما. و اقسام مجتهد گفتیم که مجتهد مطلق مستقل داریم، مجتهد مطلق منتصب داریم
مجتهد در مذهب داریم و شخصی که مجتهد هست به کتاب الله باید علم داشته باشد، سنت رسول الله را بداند، احکام اجماعی را از احکام اختلافی باز شناسد، اصول فقه خوانده باشد، به قیاس و ضوابط آن علم کامل داشته باشد، به قواعد زبان عربی علم داشته باشد، مصالح مرسله، احوال و اعراف مردم را بداند و شخص عادل، مجتنب از گناهان و شخص کریم و با تقوا باشد و در خدمت نظام ها و در خدمت اشخاص نباشد. برای تفصیل به کتاب های اصول فقه مراجعه کنید. لا مساغ للاجتهاد فی مورد الناس. اجتهاد مسائلی که جدید هست، حل طلب هست و نص در آن رابطه نیامده. نص چی است اصلا؟ وقتی که ما میگیم در این رابطه نص آمده یا نیامده، نص در لغت به معنای تصریح، متن، تکست، T-E-X-T، تکست. مراد از نص در اینجا یا قرآن هست و یا احادیث رسول کرام اسلام. اینها را نص میگویند. نص فرموده الهی، نص فرموده رسول کرام اسلام، قرآن و سنت را نص میگویند. البته با مراجعه به کتاب های اصول فقه شما متوجه هستید که دلیل لفظی که مفزی به حکم میشه بر چهار نوع است. دلیل لفظی که ما را به حکم میرساند، مفزی به سوی حکم میشود، به چند نوع است؟ به چهار نوع: ظاهر، نص، مفسر، محکم. حاشیه صفحه 63 کتاب شد. ظاهر قولی است که مراد از آن آشکار باشد، اما در صیغه آن احتمال تأویل هم وجود دارد. احتمال دارد که شخص مجتهد در آن تأویل و تفسیر یا برداشت خاصی داشته باشد. نص چی است؟ نص از ظاهر کم آشکارتر است، اما باز هم یک احتمال ضعیف تأویل در آن وجود دارد. مفسر از نص وضوح بیشتری داره، احتمال برای تأویل در آن باقی نمی‌ماند. و محکم واضح و رسا و آشکار است، احتمال تأویل و نسخ در آن هرگز راه ندارد. لا مساغ للاجتهاد فی مورد النص، اجتهاد در برابر نص جایی ندارد. دلیل این قاعده، همین قاعده ماده شماره 14 را از کجا گرفت؟ جلوتر گفته بودیم که خیلی از این ماده ها و قاعده ها از آیه و یا از حدیث گرفته شده است، یا جزء از حدیث است به طور مثال، یا از آیه کریمه گرفته شده. دلیل این قاعده و ماده فرموده الهی: و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. و برای هیچ مرد و زن مؤمن شایسته نیست، هیچ مرد و زن مؤمن را نسازد، اجازه نیست برای هنگامی که الله و پیامبرش امر لازم بدانند اختیار داشته باشد، و هر کس نافرمانی الله و رسولش را کند به گمراهی آشکار گرفتار شده است. مجرد اینکه نص وجود داشت دیگه نیاز نیست که کسی اجتهاد بکند، نیاز نیست که کسی تعویل و برداشت غلط دیگری داشته باشد. در اینجا نص هست، آیت وجود داره، حدیث وجود داره. در برخ مسائل که نص وجود نداره، اینها را به مسائل منصوص قیاس میکنید. مقیس علیهی، مقیس علت جامعه و حکم که از اصل و فرع سرایت میکند را میآورید. این مضمون ارتباط وثیق دارد، ارتباط عمیق با اصول فقه و با کتاب تاریخ تشریع اسلامی. این دو مضمون خود حتما یک بار دیگر، چطور میگه اقبال؟ میگه درس را یک بار دیگر، این بار با صداقت بخون، با شجاعت بخون، با امانت بخون، تا دنیا تو را برای امامت انتخاب کن. پس درس را یک بار دیگر تکرار کن. دلیل این قاعده فرموده الهی بود. اگر نص وجود داشت، فرمان از الله پیامبر، دیگه هیچ مرد و زن مسلمان اجازه ندارد در برابر آن اجتهاد داشته باشد یا در برابر آن از خود مقیس و مقیس علیهی پیدا کند. حافظ ابن قیم از دانشمندان بزرگ جهان اسلام است. ابن قیم شاگرد رشید مکتب شیخ الاسلام ابن تیمیه است. شما شیخ الاسلام ابن تیمیه را میشناسید.
دانشمند بزرگ و مجاهد عظیم و اصلاحگر بس بزرگی در جهان اسلام که صاحب فتاوای شیخ الاسلام ابن تیمیه است. کتاب مشهور داره به نام الفتاوا در 45 جلد است. همچنین کتاب های زیاد داره و بالاخره نظام ظالم حاکم در سرزمین شام این دانشمند بزرگ را در قلعه عسکری دمشق حبس کرد و در همانجا شیخ الاسلام ابن تیمیه توسط نظام مستبد و ظالم به قتل رسید و به شهادت رسید و جنازه این امام بزرگ از قلعه عسکری دمشق بیرون شد. خیلی از علما شما در طول تاریخ خواندید که میبینید که نظام ها حکومت ها با علمای ربانی و واقعی چپ هستند. عالم برتافته نمیتوانند، تحمل کرده نمیتوانند، لذا خیلی از علما را حبس میکنند و یا به قتل میرسانند یا ترور میکنند، ترور شخصیتی و یا ترور فیزیکی. مکتب ابن تیمیه مکتب پربار بوده است، مکتب اصلاح بوده، مکتب دعوت بوده است، مکتب جهاد و عزیمت بوده است، مکتب مبارزه با شرک و با بدعت و با خرافات و با دوگان پرستی بوده است. مکتبی که در آن به طور عموم در این مکتب چیز به نام خرافات راه و جای نداشته است. شاگردان خیلی مشهور برای مکتب ثابت است، از جمله حافظ ابن قیم، حافظ ابن کثیر، حافظ ذهبی، ابن عبدالهادی، اینها همه شاگردان ابن تیمیه هستند. حافظ ابن قیم در 751 هجری غالبا فوت کرده است. میگوید علما اجماع دارند، تمام علما، تمام دانشمندان جهان اسلام باور دارند که اگر نص وجود داشت در آن مسئله اجتهاد نمیشه. دیگه به کس ربط ندارد که بیاید در برابر حدیث رسول گرامی اسلام و در برابر آیت قرآن بگه بله در قرآن که آمده که شما روزه بگیرید، کتب علیکم الصیام و کما کتب علی الذین من قبلکم، روزه بر شما فرض شد چنان که بر پیشینیان از شما هم فرض بود. اما ما اجتهاد میکنیم که بله اگر کسی روزه نگرفت و به خاطر اینکه در جامعه فقیر زیاد است و فقرا زیاد هستند، اگر کسی روزه نگرفت و کفاره داد دیگه خیلی بهتر است، از نگاه اقتصادی هم به نفع جامعه است. خیلی قول مردوده، قول بی جای، قولی که هرگز و هرگز یک عالم و دانشمند دینی چنین قولی صادر کرده نمیتونه. حالا ابن قیم میگه اگر نص وجود داشت برای کس اجازه اجتهاد نیست. امام شافعی متوفای 204 هجری یک از ائمه بزرگ میفرماید هرگاه نص وجود داشت برای کسی روا نیست که آن نص را به خاطر قول عالم و دانشمندی بگذارد. بله نمیتونه بگه که صحیح است که حدیثی طور گفتن، اما امام ابو حنیفه اینطور نمیگفتن. صحیح است که در حدیثی طور آمده، اما مالک و شافعی اینطور گفتن. این اجازت برای کسی نیست. لا مساغ للاجتهاد فی مورد النص، اجتهاد در برابر نص جای ندارد. اجتهاد گفتیم که از جهد گرفته شد، به معنای این که شخص منتهای تلاش و کوشش خود را بکند، و در اصطلاح فقها آن است که شخص مجتهد تمام توان خود را به کار بگیره تا حکم شرعی فرعی را از دلیل شرعی آن استنباط نماید. استنباط نماید یعنی استخراج بکنه. لذا فقها به طور عموم گفتند که اگر حدیث صحیح به شخص مجتهد رسید، حدیث ولو اینکه مخالف با رأی و اجتهاد مجتهد بود، حتما باید اجتهاد خود را کنار بگذارد و به حدیث عمل کند، و برای هیچ شخص جایز نیست که از پذیرفتن قرآن و سنت تفرقه برود، آن را نبذارید. حالا لا مساغ للاجتهاد فی مورد النص، توضیح، مثال توضیح داده شد. ماده مثال برای این قاعده و برای این ماده صفحه 65 کتاب شما به طور مثال، مثال دیگر دو مثال برای آن آورده شده. در حدیث شریف داریم که از فهوای حدیثی تر دانسته میشه که البینت و علامن ادعا و الیمین و علامن انکر. این جمله یک از قواعد کلی فقه شما هست. از این صد قاعده فقهی که ما داریم، یکی است که بینه شاهد و گواه برای مدعی هست و قسم برای مدعا علیه. ما مدعی داریم، مدعی کسی که ادعا میکنه، ادعا کننده. موبایل در دست کسی هست، ما میریم میگیم قاضی صاحب این موبایل از اون نیست بلکه از ما هست، من مدعی هستم، ادعا کننده، دعوا کننده. او شخص
چی است؟ مدعا علیه، کسی که بر علیه او ادعا شده، متهم. اصطلاحات متوجه باشه. حالا در حدیث آمده که اگر کسی ادعا میکنه مدعی هست، باید بیانه بیاره، بیانه یک چیزی بیاره که موضوع به نفع او واضح بسازه، مثلا شاهد بیاره، دو شاهد و یا ثبوت دیگری بیاره. و قسم بر مدعا علیه است. حالا اینجا نص وجود داره دیگه، برای هیچ مجتهد، برای هیچ فقیه، برای دانشمند، قاضی، سارنوال، روانیست که برخلاف این حدیث اجتهاد کنه، اینطور بگه بیانه برای منکر هست و یمین برای مدعی هست. موضوع رو عکس کرده نمیتواند. چرا؟ لا مساغ للاجتهاد فی مورد النص، جایی که نص وجود داشت دیگه اجتهاد جایی نداره. نص ای گفته که بیانه برای مدعی هست، یمین برای مدعی علیهی. تو نمیتوانی قضیه را به صرف اجتهاد خود عکس بکنی، این اجازت را نداره. یک مثال. مثال دیگر، برای مجتهد، هیچ مجتهد دانشمند روانی است که بگه والله من میخوام در یک قضیه فکر بکنم، تا به حالا مجتهدین کسی فکر نکرده که آیا بیع، خرید و فروش، داد و ستد روا هست یا روا نیست، حلال هست یا حرام هست. چرا؟ چون اینجا نص صریح قرآن وجود دارد. و احل الله البيع و حرم الربا، الله متعال بیع، خرید و فروش، داد و ستد و بیع و شرا را حلال گردانیده و سود را حرام گردانیده. وقتی که نص وجود دارد دیگه برای هیچ مجتهد اجازه نیست که در برابر نص اجتهاد بکنه، مثلا به کس ربطی نداره. یک مثال دیگر، در قرآن کریم نص داریم، آیت داریم که میراث مرد پسر دو برابر میراث دختر است. اگر کسی فوت کرد و از او یک پسر و یک دختر باقی ماند، پسر دو برابر میراث دختر میگیرد. البته باز اینجا طوری نشه که بعضی سازمان های فاجر حقوق بشری در ذهن شما این موضوع را بیاندازند که والا شریعت اسلامی به زنها حق کمتری داده است و زن و مرد را با هم مساوی ندانسته. شما نگاه کنید، زن اول اینی که از روزی که تولد میشه تا زمانی که خدای نخواسته فوت بکند کلن all life guarantee است، تمام زندگی از این تضمین شده است. تا زمانی که به خانه پدر است، پدر مجبور و مکلف است که نفقه او را بپردازد. اگر نفقه نپرداخت، قاضی پدر حبس میکند. و وقتی که باز به خانه شوهر رفت، شوهر مادر مرده مجبور است از هر گوره که شده نفقه ای را پیدا کند. اگر نفقه نپرداخت، میتونه بر از شوهر به قاضی شکایت بکنه و قاضی شوهر مجبور میکنه. مصرف ندارد. بر علاوه از آن، زن مهر میگیرد. با طور عموم میبینید که 4-5 لک میگیرن و خیلی از این میراث ها رو نگاه کنید به 50-60 هزار و 100 هزار هم نمیرسه، فقط یک جار جنجال بی جای در محاکم باقی میمونه. حالا نص وجود داره که میراث پسر دو برابر میراث دختر است. کدام است نص؟ یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، الله درباره فرزندانتان به شما سفارش میکند که سهم میراث پسر به اندازه سهم دو دختر است. سوره نساء آیه شماره 11. حالا هیچ مجتهد اجازه ندارد که بگه والا اجتهاد بکنم که قرن 21 است، به هر حال حقوق زن و مرد مساوی است، هیومن رایتس است، حقوق زن است، حقوق مرد است، حقوق فردال است و دیگه چی است. کسی نمیتونه بگه که اجتهاد ما در این قصر، در این عصر، در قرن 21 میرساند که میراث زن و مرد مساوی باشه. لا مساغ للاجتهاد فی مورد النص، به هیچ مجتهد ربط ندارد، اینجا نص وجود دارد، هیچ قاضی و سارنوالی هم نمیتواند چنین فیصله بکند. این هست ماده شماره 14. بیاین به ماده شماره 15. ماده شماره 15 صفحه 66 کتاب شد. ما ثبت علی خلاف القیاس فغیره لا یقاس علیه، آنچه که خودش بر خلاف قیاس ثابت شده باشد مورد دیگر بر آن قیاس نمیشه. یک موضوعی
فرع است، خودش برخلاف قیاس ساخته شد. ما نمیتوانیم چیز دیگری بر آن قیاس کنیم به خاطر اینکه این خودش ضعیف است. ضعیف دیگه نمیتواند مقیس علیه باشد، بر آن قیاس بشه، اصل باشد در جایی که چیز دیگری بر آن اصل باشد، بر آن قیاس شد. ما ثبت علی خلاف القیاس، آنچه که خودش بر خلاف قیاس ثابت شد مورد دیگری بر آن قیاس نمی شود. قیاس چی است؟ قیاس در لغت به معنای اندازه. سمستر پنجم اصول فقه بیاد خوب باید بیاری. درس ها همیشه با هم ارتباط عمیق و وثیق داره. اگر یک مضمون سیاد نگرفتین دیگه خیلی جاها با مشکل برمیخوریم. خصوصا سمستر اول و دو همیشه ما با سنفای حقوق میگم که اساسات حقوق را خیلی دقیق و جدی بگیرید. مضمون مهم و کلیدی شماست. تا سمستر هشت خیلی از موضوعات و مسائل و اساسات حقوق ارتباط دارد. همچنین در سمستر پنج که شما اصول فقه میخوانید، موضوعات زیاد از قواعد کلی فقه سمستر شیش به اصول فقه سمستر پنجم ارتباط دارد. قیاس در لغت به معنای چی؟ اندازه کردن. یک چیزی را به چیز دیگر برابر کردن و در اصطلاح اثبات حکم فرع همانند حکم اصل بنابر وجود مماثلت در علت بین مقیس و مقیس علیه. اینجا باید توضیحات بیشتری بدیم. صفحه 67 کتاب شما ارکان قیاس ذکر کرد. قیاس چند رکن دارد؟ قیاس 4 رکن و 4 پایه دارد. مقیس علیه که آن را اصل هم میگوید. یک رکن. دوم، مقیس که آن را فرع هم مینامد. رکن سوم، علت جامعه، وجه مشترک. کمی مقیس و مقیس علیهی با هم چی وجه مشترکه، چی مناسبتی دارند که ما این موضوع را بر آن قیاس میکنیم. و رکن چهارم، الحکم المعدا من الاصل الى الفرع، حکمی که از اصل تعدی میکنه، تجاوز میکنه و خود را به فرع میرسونه. به طور مثال، مثال برای قیاس، مثال برای قیاس سمستر گذشته کدام مثال گفته بودیم؟ اگر یاد شما مانده باشه، در رابطه با اسارق و سارقت و فقط و ایدی هم همین مثال گفتیم. یا یک مثال دیگری، کتاب اصول فقه شما نزد من است، همین حالا ورق میزنم، صفحه 29 کتاب اصول فقه. یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. ای اهل ایمان، همانا شراب و قمار و انصاب امی بت‌ها و ازلام تیرهای فالبینی پلید هست، کار شیطانی هست، از آن اجتناب کنید، باشد که رست باشد. از این آیه کریمه به صراحت دانسته میشه که شراب نوشی حرام است، به خاطر اینکه شراب عقل انسانی را زیر سوال میبرد. یکی از بزرگترین نعمت هایی که الله متعال به انسان داده، گوهر گرانبهایی که در وجود انسان گذاشته، عقل است. به طور نباشد که ده ارازل جمع بشن و با شراب نوشی عقل خود را زیر سوال ببرد. مقاصد بزرگ شریعت اسلامی بیاد شما، از شریعت 5 مقصد بزرگ داره: حفظ خون انسان ها، حفظ مال انسان ها، حفظ عقل انسان ها، حفظ دین انسان ها و حفظ عرض آبرو و شرف انسان ها. این 5 تا از بزرگترین مقاصد شریعت اسلامی است. کلن شریعت در خدمت انسان هست. ولقد کرمنا بنی آدم، ما انسان را کرامت بخشیدیم، انسان را بزرگواری بخشیدیم. حالا به نص صریح قرآن ثابت است که شراب نوشی حرام. ما به غیر از خمر، خمر چی معنی؟ خمر مای خامر العقل، آنچه که عقل انسانی را میپوشاند، همین چادرهایی که خانم ها به سر خود میکنن، این را چی میگن؟ خمار. خمر هم عقل را میپوشاند. حالا به غیر از خمر ما یک اصطلاح دیگر داریم، یک نوشیدنی داریم به نام نبیز. نون با یا ذال، دال زال، نبیز. نبیز از نبز گرفته شده. نبز به معنای انداختن، امی نبزه که به زال باشد، البته نبزه که به داد باشد، ساد داد، او به معنای همو
نبض است که طبیب ها و حکیم ها احیانا نبض انسان رو میگیرن که چقدر تپش قلب و تپش رگ او چطور است. حالا بیاین به مثال خود. از آیت کریمه دانسته میشه که خمر، نوشیدن خمر حرام است. ما به غیر از خمر نوشیدنی های دیگری هم داریم. نبیز از خرما گرفته می شده، از جو گرفته می شده، از گندم گرفته می شده، از جواری گرفته می شده. فقها می گویند که نوشیدن نبیز هم حرام می باشد. چرا؟ بیاییم به قیاس خود. ارکان قیاس. قیاس چند رکن داشت؟ 4 رکن. صفحه 67 کتاب شد. 4 رکن داره. مقیس علیه یا عصر خمر است. به خاطر اینکه در رابطه با نوشیدن خمر نص وجود دارد که نوشیدن خمر حرام باشد. مقیس و یا فرع نبیز است. علت جامعه وجه مشترک بین نبیز و بین خمر چی است؟ وجه مشترک اسکار است. هر دو مسکر می پوشد. هر دو نشه آور است. هر دو عقل انسانی را می پوشاند از بین می برد. و حکم معدا من الاصل الی الفرع همان طوری که خمر حرام است، نبیز هم حرام می باشد. هر نوشیدنی نشه آور حرام است. اسمش را نبیز بگذارین، اسمش را شراب بگذارین، اسمش را واین، ویسکی، ودکا، هر بلایی که بگذارین، نوشیدن همه حرام و نجایز است. ما ثبت علی خلاف القیاس فغیره لا یقاس علیه. آنچه که بر خلاف قیاس ثابت شده باشد مورد دیگری را بر آن قیاس کردن می توانیم. مثال دیگر در صفحه 66 کتاب شما. و سارق و سارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله والله عزیز حکیم. دست مرد و دست زن دزد را قطع کنید به خاطر سزای آنچه که انجام دادند. چرا مرد اول گفت؟ به خاطر اینکه خیلی از دزدی ها را برادران گرامی شما انجام میدن و خواهران عزیز دیگه هنوز نتوانستند در همین بخش حقوق خود را مساوی کنند. البته احتمالاً تلاشهای جاری باشد. دست مرد و دست زن دوست را قطع کنید. حالا سرقت چی است؟ فقها در تعریف سرقت اینطور میگن: برداشتن مال محرز، مالی که در حرز است، مالی که قائم شده، مالی که آن را نگهداری میکنه. مال محرز که از کس دیگری باشد به طور خفیه که شبهه ملکیت برایش وجود نداشته باشد. حالا میبینیم که اصطلاحات دیگری هم در جامعه هست. ما در جامعه خصوصا فعلا کم شده، قدیم ها داشتیم نباش، کسی که قبرها را نبش میکرد و کفن مرده را دزدی میکرد. بعد از اینکه کسی میمرد همان شب یا فردایش یکی دو نفر میرفتن و مو کفن بیرون میکردن و بعدا برای خود لباس درست میکردن و خوب در بازار راه میکشتن که بله کتان خیلی خوبه خریدیم و الحمدلله دیگه صاحب یک لباس خیلی خوب شد. فقر زیاد بود. همین حالا هم فقر زیاد است. این میگن نباش. و یک عده دیگری را در جامعه هستند متاسفانه در جامعه هایی که نظم و ضبط نداشته باشیم و دولت وجود نداشته باشد دیگه بزهکاری و جرم خیلی زیاد میشه. اینا رو میگن جیببر یا کیسه بر. کسانی هستند از دورباره و از ازدحام سوء استفاده میکنند و یک کسی که پریشان باشد، ذهنش نباشه، یعنی فکرش حواسش نباشد، دست خود را وارد جیبش میکنن با مبلغ پولی که داشته باشه یا وسیله گرانبهایی که داشته باشه بیرون میکنن. حالا تعریف سرقت چطور بود؟ برداشتن مال محرز غیر به طور خفیه که شبهه ملکیت برایش وجود نداشته باشه. ما از نگاه شریعت اسلامی و از نگاه فقه میتوانیم جیببر را هم بر سارق قیاس کنیم. اینطور میگه: سارق مقیس علیه عصر، جیببر مقیس فرع. علت جامعه وجه مشترک بین سارق و بین جیببر چی است؟ که هر دو مال محرز دیگری را به طور خفیه برداشته. شخصی هم که پول خود در جیب خود میکنه کوشش میکند یک سنجاقی، یک کشی درست بکند و به هر حال احیانا دست خود را هم بر آن میگذاره که بله پول ما هست و کسی بر نداشته. وجه مشترک بین هر دو، بین سارق و بین جیببر، آن است که هر دو مال محرز دیگری را به طور خفیه، یعنی مالی که در آن شبهه ملکیت هم ندارد، شریک نیست در اون، به طور خفیه برمی‌دارد. حکم معدا من الاصل الی الفرع چی است؟ حکمی که از اصل سرایت می‌کند و خود را به فرع می‌رساند. همان طوری که
دست سارق قطع می شود، دست جیببر هم قطع می شود. قاضی و سارنبال چنین حکم و فیصله می کنند و بر اساس شریعت اسلامی این مجرمین را سزا می دهند. یک وقتی کسی تو فکر نکند که خیلی از احکام شریعت اسلامی سختگیرانه است و به هر حال این احکام خشونت و بار می آورد و مجرمین در جامعه انگل هستند. اینا کسانی هستند که جامعه را به بی‌نظمی و بی‌بندوباری به پیش می‌برند. می‌کشانند. شما می‌بینید طبیب خیلی وقت طبیب مهربان است. به مریض چی میگه؟ میگه برو یک چند پیاله آب بنوش خوب میشه. کم استراحت بکن خوب میشه. حتی دلش نیست که یک پیچکاری، یک قرص گلی، شربت به همین مریض بده. اما احیانا همین طبیب مهربان پای یک مریض را هم قطع میکنه. به خاطر اینکه میفهمه که در اینجا یک انگل، یک وایرس وجود داره و تمام بدن را از بین میبره. لذا سارق هم کسی که در جامعه دزدی میکنه، راهگیری میکنه، قطاع طریق هست، غاصب هست، اینها انگل های جامعه هستند. دولت باید برخورد شدید و قوی با اینها داشته باشد. غربی ها که با ما از حقوق بشر و هیومن رایتس و حقوق زن خبر میدن، خودشان با مجرمین خود بدترین. شما نگاه کنید در خیلی اخبار داخلی آمریکا را نگاه کنید، خیلی جاها پلیس در نیویورک و در واشنگتن یک بار به مجرم یک ایست استاپ میگه، بار دیگر بر پیشانیش میزند و همونجا داخل سرک و داخل خیابان با او تصفیه حساب میکنه و نمیبره پیش قاضی و پیش سارنوال ببرد که کسی مبلغ از او بستاند و رهایش کنه. لذا شما نیز رئیس قاضی ها و سارنوال های آینده تلاش کنید که شدیدترین و سختترین سزاها را در برابر همین مجرمین و خصوصا مجرمینی که اینها برنامه ریزی شده جرم میکنن اهمال بکنید و اینها را به بدترین سزاها برسونید. آها، نباشه بدبخت، کسی که کفن کش است دست او قطع نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه مال در حرز نیست، مال در امان نیست. مرده از کفن خود حفاظت کرده نمیتواند، تعریف قیاس بر آن منطبق نمیشه. علت جامعه و وجه مشترک وجود ندارد، لذا دست نباش قطع نمیشه. آها، تعذیر میشود که تو چرا به یک مرده توهین کردی و به هر حال رفتی قبر را خراب کردی. و یک چیز هم متوجه باشید، مرده ای که قبر خود را محافظت کرده نتواند، کفن خود را محافظت کرده نتواند، او دیگه به شما به هیچ وجه زن و شوهر داده نمیتواند. لذا بیهوده اگه دینه روند نزد قبرها گریه و زاری نکنند که به ما زن بده و به ما شوهر بده و به ما پسر بده. هر کس تلاش شخصی خود را بکند، انشاءالله به هر جایی خواهد رسید. البته این ماده باید بیشتر توضیح بده. متاسفانه که وقت ما به میزودی خلاص شد. بیاین پس دوباره از ماده 13 شروع کرده بودیم. لا عبرت للدلاله فی مقابله التصریح. ماده 14 لا مساغ للاجتهاد فی مورد النص. اجتهاد در برابر نص جای نداره. مثال هم گفته بودیم که نص وجود داره که بینه شاهد برای مدعی هست و قسم برای مدعا علیهی. دیگه هیچ قاضی، هیچ مجتهدی نمیتواند قضیه را عکس کند، یعنی بگه که بینه برای مدعا علیهی باشد و یمین برای مدعی باشد. چنین اجازه ای برای کسی نیست. و ماده 15 آنچه که برخلاف قیاس ثابت شده مورد دیگری بر آن قیاس نمیشه. قیاس توضیح دادیم، ارکان قیاس گفتیم و بالاخره قیاس واضح ساختیم. مثال های این ماده و این قاعده جلسه بعدی خواهد بود. درس ما همینجا به پایان رسید و صلی الله علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین. سوال استفسار داشته باشین حتما با استاد در ارتباط باشید.